به ازای کدام مقدار A معادله X7 های 2 به روی AX7 های 5 مساویه A به علاوه 2 به روی X7 های 1 منهای 1 دارای جواب X مساویه 3 است؟ خودش گفته جوابتون X مساویه 3، پس من هر جا X دیدم به جاش 3 میذارم. 3 منهای 2 به روی A ضرب در 3 منهای 5 برابر است A به علاوه 2 به روی 3 منهای 1 منهای یک. دیگه ساده کن و بعدش بریم سراغ آیتم مخرج مشترک گیری و این حرفا. سه منهای دو میشه یک بچه ها. آ ضرب در سه میشه سه آ منهای پنج برابر است. اینجا من سه منهای یک میشه دو، مخرج مشترک بده، یعنی من یک رو باید ضرب در دو کنم، صورتم ضرب در دو کنم، میشه آ به علاوه دو منهای دو. دو دو با هم میره بالا میمونه آ، پایین میمونه چند؟ دو. قبوله؟ پس اینجا سه منهای یک شد دو، مخرجم دوه، پس اینجا به یک مخرج یک دادم، صورت مخرج رو ضرب در دو کردم. حالا طرفین وسط این دو ضرب در یک میشه دو، آ ضرب در سه آ میشه سه آ به توان دو، آ ضرب در منفی پنج میشه منفی پنج آ. دو رو هم میبرم اون طرف تساوی، سه آ به توان دو منهای پنج آ منهای دو شد چی؟ یک معادله درجه دو برای آ. دلتا میزنم، دلتا برابر است با بی به توان دو منفی پنج به توان دو منهای چهار برابر حاصل ضرب آ که ضریب توان دو ماست سه هستش، سی ضریب ثابت منفی دو هستش، منفی پنج به توان دو 25، چهار سه تا 12 ضرب در دو 24 مثبت، جمعش میشه 49، پس دلتا مثبته. پس من چند تا ریشه دارم؟ دوتا. یکی از ریشه ها رو قشنگ نگاه کن، منفی بی، نگاه منفی 5 آ رو داشته باش، منفی 5 رو، منفی منفی 5 میشه 5، یه بار به علاوه یه رادیکال 49 به روی دو برابر ضریب توان دو شما یا 3، دو برابر آ رو من نمیگم که مثلا اشتباه نکنید، خدای ناکرده، رادیکال 49 میشه 7، 7 و 5 12، 12 به روی 6 میشه 2. خب 2 رو خود سوال هم اعلام کرده بودش. حالا دقت کنید، برای آ ما 2 رو به دست آوردیم، اینجا x نیست آه. خب اون یکی آ چجوری به دست میادش؟ این بالا می نویسم منفی منفی 5 که میشه 5 منهای رادیکال 49 به روی 2 برابر 3، رادیکال 49 میشه 7، 5 منهای 7 منفی 2 ششم که منفی 2 ششم رو ساده کنم میشه منفی 1 سوم، یعنی گزینه شماره 2، 2 و منفی 1 سوم.